کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. ماده 10 تأثیر لازم الاجرا شدن. این مقابله نامه مقابله نامه های زیر را مورد تجدید نظر قرار می دهد. مقابله نامه حداقل سن دریا مصوب 1920 میلادی برابر با 1299 هجری شمسی شماره 7. مقابله نامه غرامت بیکاری غرق شدن کشتی مصوب 1920 میلادی برابر با 1299 هجری شمسی شماره 8. مقابله نامه کاریابی دریانوردان مصوب 1920 میلادی برابر با 1299 هجری شمسی شماره 9. مقابله نامه معاینه پزشکی جوانان مصوب 1921 میلادی برابر با 1300 هجری شمسی شماره 16. مقابله نامه مفاد توافق نامه های دریانوردان مصوب 1926 میلادی برابر با 1305 هجری شمسی شماره 22. مقابله نامه بازگرداندن دریانوردان به وطن مصوب 1926 میلادی برابر با 1305 هجری شمسی شماره 23. مقابله نامه گواهی نامه صلاحیت افسران مصوب 1936 میلادی برابر با 1315 هجری شمسی شماره 53. مقابله نامه تعطیلات با حقوق دریا مصوب 1936 میلادی برابر با 1315 هجری شمسی شماره 54. مقابله نامه تعهدات مالکین کشتی ها دریانوردان بیمار و مصدوم مصوب 1936 میلادی برابر با 1315 هجری شمسی شماره 55. بیمه بیماری دریا مصوب 1936 میلادی برابر با 1315 هجری شمسی شماره 56. ساعات کار و تأمین نیرو دریا مصوب 1936 میلادی برابر با 1315 هجری شمسی شماره 57. مقابله نامه حداقل سن دریا تجدید نظر شده مصوب 1936 میلادی برابر با 1315 هجری شمسی شماره 58. مقابله نامه قضا و تهیه غذای کارکنان کشتی مصوب 1946 میلادی برابر با 1325 هجری شمسی شماره 68. مقابله نامه گواهی نامه آشپزهای کشتی مصوب 1946 میلادی برابر با 1325 هجری شمسی شماره 69. مقابله نامه تأمین اجتماعی دریانوردان مصوب 1946 میلادی برابر با 1325 هجری شمسی شماره 70. مقابله نامه تعطیلات با حقوق دریانوردان مصوب 1946 میلادی برابر با 1325 هجری شمسی شماره 72. مقابله نامه معاینات پزشکی دریانوردان مصوب 1946 میلادی برابر با 1325 هجری شمسی شماره 73.
مقاوله نامه گواهی نامه دریانوردان کارآمد مصوب 1946 میلادی برابر با 1325 هجری شمسی شماره 74. مقاوله نامه محل اقامت کارکنان کشتی مصوب 1946 میلادی برابر با 1325 هجری شمسی شماره 75. مقاوله نامه مزد، ساعات کار و تأمین نیروی انسانی دریا مصوب 1946 میلادی برابر با 1325 هجری شمسی شماره 76. مقاوله نامه تعطیلات با حقوق دریانوردان تجدید نظر شده مصوب 1949 میلادی برابر با 1328 هجری شمسی شماره 91. مقاوله نامه محل اقامت کارکنان کشتی تجدید نظر شده مصوب 1949 میلادی برابر با 1328 هجری شمسی شماره 92. مقاوله نامه مزد، ساعات کار و تأمین نیروی انسانی دریا تجدید نظر شده مصوب 1949 میلادی برابر با 1328 هجری شمسی شماره 93. مقاوله نامه مزد، ساعات کار و تأمین نیروی انسانی دریا تجدید نظر شده مصوب 1958 میلادی برابر با 1347 هجری شمسی شماره 109. مقاوله نامه محل اقامت خدمه کشتی مقررات تکمیلی مصوب 1970 میلادی برابر با 1359 هجری شمسی شماره 133. مقاوله نامه پیشگیری از حوادث ناشی از کار دریانوردان مصوب 1970 میلادی برابر با 1359 هجری شمسی شماره 134. مقاوله نامه تداوم اشتغال دریانوردان مصوب 1976 میلادی برابر با 1365 هجری شمسی شماره 145. مقاوله نامه مرخصی سالانه با استفاده از مزد دریانوردان مصوب 1976 میلادی برابر با 1365 هجری شمسی شماره 146. مقاوله نامه کشتیرانی بازرگانی حداقل استانداردها مصوب 1976 میلادی برابر با 1365 هجری شمسی شماره 147. پروتکل الحاقی مورخ 1996 میلادی برابر با 1375 هجری شمسی به مقابل نامه کشتیرانی بازرگانی حداقل استانداردها مصوب 1976 میلادی برابر با 1365 هجری شمسی شماره 147. مقاوله نامه رفاه دریانوردان مصوب 1987 میلادی برابر با 1366 هجری شمسی شماره 163. مقاوله نامه حفظ بهداشت و مراقبت درمانی دریانوردان مصوب 1987 میلادی برابر با 1366 هجری شمسی شماره 164. مقاوله نامه تأمین اجتماعی دریانوردان تجدید نظر شده مصوب 1987 میلادی برابر با 1366 هجری شمسی شماره 165.
مقابله نامه بازگرداندن دریانوردان به وطن تجدید نظر شده، مصوب 1987 میلادی برابر با 1366 هجری شمسی شماره 166، مقابله نامه بازرسی کار دریانوردان مصوب 1996 میلادی برابر با 1375 هجری شمسی شماره 178، مقابله نامه استخدام و انتصاب دریانوردان مصوب 1996 میلادی برابر با 1375 هجری شمسی شماره 179، مقابله نامه ساعات کار و تأمین نیروی انسانی کشتی ها مصوب 1996 میلادی برابر با 1375 هجری شمسی شماره 180. ماده 11. وظایف امین اسناد مقابله نامه. 1. مدیر کل دفتر بین المللی کار ثبت کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف از عضویت به موجب این مقابله نامه را به اطلاع تمامی اعضای سازمان بین‌المللی کار خواهد رساند. 2. هنگامی که شرایط پیشبینی شده در بند 3 ماده 8 این مقابله نامه محقق شود، مدیر کل دفتر بین‌المللی کار توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم الاجرا شدن مقابله نامه معطوف خواهد کرد. ماده 12. مدیر کل دفتر بین المللی کار شرح کاملی از کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف ثبت شده به موجب این مقابله نامه را برای ثبت ماده 102 منشور ملل متحد به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد. ماده 13. کارگروه ویژه سه جانبه. 1. هیئت مدیره دفتر بین المللی کار از طریق تأسیس کارگروهی که دارای صلاحیت ویژه‌ای در حوزه استانداردهای کار دریایی می باشد، کارکرد این مقابله نامه را تحت بازنگری مستمر قرار خواهد داد. 2. برای موضوعات مورد حکم در این مقابله نامه، کارگروه باید متشکل از 2 نماینده منتخب از جانب دولت هر عضوی که این مقابله نامه را تصویب کرده است و نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتیش باشد که پس از مشورت با کمیسیون مشترک دریایی به وسیله هیئت مدیره دفتر بین المللی کار منصوب خواهد شد. 3. نمایندگان دولت اعضایی که هنوز این مقابله نامه را تصویب نکرده اند می توانند در کارگروه حضور داشته باشند، ولی حق دادن رأی را در هیچ یک از موضوعات مورد حکم در این مقابله نامه نخواهند داشت. هیئت مدیره می تواند از سازمان ها یا نهادهای دیگر برای حضور در کارگروه به عنوان ناظر دعوت به عمل آورد. 4. آراء هر نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در کارگروه باید به گونه ای مورد محاسبه قرار گیرد که تضمین نماید قدرت رأی هر یک از دو گروه دریانوردان و گروه مالکین کشتی برابر با نصف کل تعداد دولت‌های حاضر در جلسه مربوط است که دارای حق رأی می باشند. اصلاح این مقابله نامه. ماده 14. 1. اصلاحیه های مربوط به هر یک از مفاد مقابله نامه می تواند از طریق فراهمایی عمومی سازمان بین المللی کار در چهارچوب ماده 19 اساسنامه سازمان بین المللی کار و قواعد و تشریفات سازمان برای تصویب مقابله نامه ها مورد تصویب قرار گیرد. اصلاحیه های موجود قوانین نیز می تواند طبق ماده 15 این مقابله نامه تصویب شود. 2. در مورد اعضایی که ثبت تصویب این مقابله نامه توسط آنها قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه می باشد، متن اصلاحیه باید برای تصویب به آنها ارسال شود. 3. در مورد دیگر اعضای سازمان، متن مقابله نامه اصلاح شده برای تصویب آن طبق ماده 19 اساسنامه به آنها ارسال خواهد شد. 4. اصلاحیه در تاریخ ثبت تصویب اصلاحیه یا مقابله نامه اصلاح شده
توسط حداقل 30 عضو که سهم کل آنها در ظرفیت ناخالص جهانی کشتی‌ها حداقل برابر با 33% می باشد، پذیرفته شده تلقی خواهد شد. 5. اصلاحیه تصویب شده در چهارچوب ماده 19 اساسنامه فقط برای آن دسته از اعضای سازمان الزام آور خواهد بود که تصویب آنها توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسیده باشد. 6. برای هر عضو موضوع بند 2 این ماده، اصلاحیه 12 ماه پس از تاریخ پذیرش موضوع بند 4 این ماده یا 12 ماه پس از تاریخی که تصویب اصلاحیه توسط آن به ثبت رسیده است، لازم الاجرا خواهد بود. 7. با رعایت بند 9 این ماده، برای اعضای موضوع بند 3 این ماده، مقابل نامه اصلاح شده 12 ماه پس از تاریخ پذیرش موضوع بند 4 این ماده یا 12 ماه پس از تاریخ ثبت تصویب این مقابل نامه توسط آنها لازم الاجرا خواهد شد. 8. برای اعضایی که تصویب این مقابل نامه توسط آنها قبل از تصویب اصلاحیه به ثبت رسیده است اما اصلاحیه را تصویب نکرده اند، این مقابل نامه بدون اصلاحیه مربوط لازم الاجرا خواهد ماند. 9. هر عضوی که تصویب این مقابل نامه توسط آن پس از تصویب اصلاحیه به ثبت رسیده است ولی قبل از تاریخ موضوع بند 4 این ماده می باشد، می تواند در بیانیه‌ای که همراه با سند تصویب خود ارائه می کند، مشخص نماید که تصویب آن مربوط به مقابل نامه بدون اصلاحیه مربوط می باشد. در صورت تصویب با چنین بیانیه‌ای، این مقابل نامه 12 ماه پس از تاریخ ثبت تصویب برای عضو مربوط لازم الاجرا خواهد شد. اگر سند تصویب فاقد چنین بیانیه‌ای باشد یا تصویب همزمان یا پس از تاریخ موضوع بند 4 به ثبت رسیده باشد، مقابل نامه برای عضو مربوط 12 ماه پس از تاریخ ثبت تصویب آن لازم الاجرا خواهد شد و به محض لازم الاجرا شدن آن طبق بند 7 این ماده، اصلاحیه نیز برای عضو مربوط الزام آور خواهد بود، مگر اینکه اصلاحیه به گونه دیگری پیش بینی نماید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.